درود بر شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی، امیدوارم که خوب باشید. مخلصیم و مخلصات و کمی هم مختصات. درود بر همه شما دوستان عزیز. امشب در لایو ما حضور داشته باشید. یک مهمان ویژه و سورپرایز دارم براتون. یه مهمان باحال دوست داشتنی دارم امشب و خدمت شما که عرض کنم امشب رو با ایشون میخوایم یه ذره گفتگو کنیم. یکی از امامان معصومه، مهمان امشب یکی از امامان معصومه، یکی از 14-12 امام و 14 امام معصومه، 14 امام یا 12 امام. دوستان آقا ما 14 امام داشتیم یا 12 امام؟ اینو جواب بدین. سجا جان درود، بچه ها همه درود، درود بر شما. آقا من ببخشید در یک شرایط آنورمال من در سفر هستم، اروپا نیستم، سفر هستم. اینجا ساعت 22 به وقت محلی در بلاد کفر هستم، در یک بلاد کفر هستم. صدای من رو از بلاد کفر میشنوید. ساعت اینجا 22 و دمای هوا 31 درجه سانتیگراد. صادق چطوری؟ مخلصم، فدات شم. امید محمدی عزیز، بله امید محمدی درست گفت. مهمان امشب ما آقای هادی صادق بیگی عزیز. هادی جان یه پیام اینجا بده من تو رو بیارم بالا. بله امشب من مهمان عزیزی دارم، من خیلی خودم دوستش دارم. هادی صادق بیگی معروف به امام هادی امشب مهمان ماست و میخواییم که هادی رو بیاریم بالا یه ذره برای ما صحبت بکنه. با هادی یه ذره گفتگو بکنیم. دوستان عزیز شما هادی رو چطور میشناسید نمیدونم، در چه حد میشناسید نمیدونم. خب هادی جان من منتظرتم، بچه هم همه منتظرتن. هادی صادق بیگی از بچه های خوب. هادی جان من ما منتظر تیم داداش تو لایویم، اگه بیای ما میتونیم بیاریمت بالا. بله بله هادی هم اومد بالا. برم بالا و مهمان امشب ماست با همدیگه امام جوزف. آره خودش امام جوزف. داداش من اینوایتت کردم، اکسپت کن بیا بالا. یه درخواست بدی هادی جان، یه درخواست بدی اون ریکوست رو بزن. اون علامت دوربین هست کنارش مربع داره که وسطش یه به اضافه داره، اونو بزن، درخواست بده که من بتونم بیارم بالا. قربونه تو دارم هادی جان، هادی عزیز. آره این بغل لایوت هادی یه مربع هست وسطش یه علاوه داره، اونو بزن ریکوست بده من بیارم داداش گلم بالا. بله هادی اومد. درود بر تو هادی عزیز، هادی صادق بیگی عزیز، چهره دوست داشتنی زیبا و چهره با عشق، با عشق، با عشق. داغانی چه کلام، چه خبر، خوبی؟ چکرم خوبی هادی جان؟ فدا
جمعی یک شیش هفت ماهی است اصلا لایو منو بستن دیگه نمیتونم لایو برم، من هر کاری میکنم ریپورت میکنم. فدات جمع برمون قربونت اوکی برم. خب دوستان عزیز، هادی دیگه اصلا نیازی نیست من بگم اصلا داستانش چیه. من خیلی با هادی حال میکنم، یعنی من با وقتایی که من دیگه ببین از همه جا کم آوردم بریدم یعنی فلان، میرم سراغ پیج هادی زیر و رو میکنم، میرم کلیپ های قدیمیشو نگاه میکنم. یعنی ببین اسم میکنم باز خدا بگیری، من دلم میگیره، من حالم میگیره، من کجا برم؟ تو بیا بغل عمو داداش. میکردم فعدت جمعه تاج سرم قربون همه گی همتون رو دوست دارم در خدمت آقای آشوری بفرمایید. فعدت جمعه هادی جان، من میدونم بد جور سوزندی، بد جور یعنی از ریشه سوزندی خایمنی و دارو دستش و یعنی اماما رو که دیگه نگم برات. دوست کرد تو لایو یکم چیز کنم، من اصلا این حرفی نمیزنم بردار چی میگن شیر خوری به از شما راحتی بفهم لایو خود نه میخوام آوردم صحبت کنی دیگه داداش نگله من دو سوال کن من چی بگم دیگه میخوام من یه سوال دارم ازت هادی. نه من آتئیستم یعنی خدا ناباورم، خب و دینمین ندارم دیگه راحتم اوکی، و اینو تو کشور آلمان ثبتم کردم، البته الان در سفر هستم، الان آلمان نیستم ولی تو کشور آلمان من اینو ثبتم کردم و فکر میکنم من خیام کردم شما تو انگلیسی. نه خب من هادی جان انگلیس به خاطر خار انگلیس بودم در اصل من یه سر تو برلین هم بیام. آره خب ببین ما دو سال پیش توی برلین همدیگه رو دیدیم. دو سال شد دو سال شد داره. میخوام ببینم تو چی شد که از اول اینجوری بودی یهو؟ خب من نه، من اصلا دروغ تو کار و ذات من نیست. من حالا بچه هایی که تو رو دنبال میکنن شاید من نمیدونم، حالا شاید یکی باشه من نشناسه. من بچه شهرک ولیعهد، کل ایران سرای من است، کل ایران سرای من است، بارها گفتم. و من بچه شهرک ولیعهد تهران منطقه 18، همون میشه شهرک ولیعهد که این پوستکش آخونداد داره دیگه لایو چیز نگید ریز اومدیم کردن شهرک ولیعهد. ما چرا هیئت داشتیم عزاداری میکردیم به قول من تبر. آره من بارها گفتم کربلا رفتم من ارزم با حضوره. حالا چی شد؟ من اومدم اتریش، دیدم بابا اینا چند به قول شما چیزاش رو سمتش گیله مرده پست گیره برده بودم ما رو. بعد دیدم قرآن پارسا، من اول لایو میذاشتم 6 تا 7 نفر میمدن تو لایو، هم خیلی پیجای من رو زدن، از 7 نفر 5 تا فاش قارمادر بود، همون حتی دوروبری های خودم، بچه های محله خودمون، یعنی واقعا شاکی میشد. ای تا دیروز تبل میزدی سنج میزدی خودتو به کی فروختی، چقدر پول گرفتی، چیکار کردی، چی شد، از اسرائیل داره میری، هنوز هم هست های تعداد کمی مسلندوقی. من چی به من جرقه زد، چی من آگاه کرد که من چند تا از آیه قرآن رو به فارسی آقا به من ایده دادم، به من به قول آلمانی ایده میگم، به من یه پیشنهاد گفت آقا برو بخون فلان اینا. رفتم خوندم دیدم اینا بابا توی قرآن میخونی سربریدن و نمیدونم قصاص و فلان و پارسا ایرانی هم هست دمش کمون هم داره خوب مبارزه میکنه. رفتم تو لایوهای همه چرخیدم رو 6 سال من تو کمپ پناهندگی بودم 6 سال یعنی پوستم کنده شد. یه میچرخیدیم دیگه، به ما جا داده بودن، یه پول کمی میدادن، یه غذایی میدادن که حالا کاری نه ما اینا دلخوری نداریم، با اینا ما مشکل اینا به ما جا دادن فلان، قرار نیست بیا ما اینا طلبکار باشیم. یه سری هستن میان اینا عین طلبکارن، چه ایرانی چه کشور فارسی زبونا دارم میگم. خب بعد یک کشور طرف سوء تفاهم نشه، اونایی که تو لایو کشاورز دارن
پارکبان داره، من خودم دارم توی چیز زرد میشونم توی رستوران. طرف اومده اینجا طلبکاره، ببین اینجا اینجوری آشغال ریختن، اونجا اونجا اینجوری اونجوری، امکانات این کشور چرا نمیگی؟ شما وقتی با پاسپورت جمهوری اسحالی با این آخونده تو یه قوم میتونی بری، یه جمکران میتونی بری، کجا میتونی بری تو؟ چرا از امکاناتش نمیگی؟ من که حالا شما هم شاید اینجوری باشه، من روزی که ورود زدم توی اتریش به من یه کارتی دادم به نام کارت بیمه، اگه لازم باشه نشون بدم. نه اوکی میدونم آره. بیمه به همه میدن، اصلا کاری ندارن شما پناهندگی داری نداری، اصلا کاری، مسلمونی آتئیستی مسیحی با هیچی کاری ندارن. همین یه جرقه، اینا چقدر انسانن، اینا چقدر جون آدمیزاد، برای اینا واقعا اصلا ارزش قائل میشن؟ تو اصلا ورود یک کشور میشه قاچاقی؟ اولین چیزی که بهت میدن یه دونه کارت بیمه میده، آقا مریض شدی فلان شدی جون اینا، برای شما میکنم همینجوری بود، بله همین بله جوریه. بس الان متاسفانه، متاسفانه توی کشور ما واقعا داشتن یه کارت بیمه، یه دفترچه بیمه حسرت برای خیلی ها. درسته یا داشتن یه فیش حقوقی، شما الان مثلا تو اینجا تو کشور ما، یا کشور ما منظور کشوری که من هستم شما هستی، شما الان ساندویچی بری کار کنی یا بری یه پیتزا پخش کنی با کارهایی که اصلا چجوری بهت بگم، اصلا فیش و پاقی چی نیست، فیش حقوقی داری؟ با این فیش حقوقی شما میتونی بری ماشین قسطی برداری، با این فیش حقوقی میتونی بری خونه بگیری، با این فیش حقوقی میتونی بری چهار تا حرکت کنی. بعد طرف میاد 7 8 10 سال اینجاست، خسته شده. حالا البته 70 درصد 90 درصد اینا مسلمانن که اومدن نون آب اینجا رو دارن میخورن، به اعلام میگن نجس و کافر و فلان. بعد آقا منم خسته میشم، تو هم خسته میشی، دور از غربت، دور از وطن، وطنمون نیست. من خود من بزرگترین مشکل من توی کشور یاد گرفتن زبان آلمانیه. یه آقا الان صاحب کارم 9 سال 10 سال اینجا جزئیات، چرا قشنگ نمیتونی صحبت کنی؟ یک، خودم تنبلی کردم، درست نخوندم، کلا لاپتوشه انداختم توی این اینستاگرام. تو خودت میدونی الان چند سال تو سیاستی، وقتی میای که سیاست کل، ببین اینجا مثلا، ببین شما مغز تو به 4 قسمت بخوای چیز کنی، نصف مغزت میره به سمت سیاست. آقا جان به سمت چی؟ فرزاد هاشمی چی گذاشته؟ هادی چی گذاشته؟ شاهزاده چی گذاشته؟ این ورچی شد، اون ورچی شد، تا بیای به قول خودت 4 تا تحلیل رو ببینی، 4 تا چیز رو ببینی، 4 تا پست. الان خودت و پیج تو داری میچرخونی، من دوباره فکرم چیز کرد، کار راحتی نیست. تو الان خودت داری پیج رو میچرخونی، چقدر از ساعت روزه، چقدر از انرژی تو میذاری سر صرف پیجت؟ خیلی 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 واقعا خیلی. یه سوالی دارم، از درآمدی داری یا این پیجت؟ نه اینستاگرام که پول نمیده که از اینو. مثلا تا حالا شده بهت پیشنهاد بدم بگم مثلا هادی رو تبلیغ کن جگرکی زده بهت یه پولی بدیم؟ نه داداش نه. کلی خط از آخرش. آها سوال شما بود چی شد فلان اینا، اومدم انسانیت رو توی اینا دیدم. آره حالا شما میگی آتئیستی، من با چیزت اون نظر شخصی خودتو، ولی من از مسیحی ها هیچ بدی ندیدم، یعنی کشور تا حالا نشده، و آلمانی هم کم اینجوری هم نیست بلد نباشیم که، تا حالا کسی نشده بگه فلان فلان شده، دور از این بی‌ناموس برای شما اومدید کشورمو. بله درسته. من که نیدم واقعا، من اومدم انسانیت عین ندم. شما یه جلوی مسیحی رو بگی خوش خوارمادر به دین آینش بده، اصلا به کتبش هم نیست. حالا بیا به یه مسلمون بگو که قرآن اینجوری نوشته شده، یا مغلطه میکنه، یا بزوز خوش خوار مادر. من تو این 7 8 10 سال اینم بگم دیگه، شما ببخشید دیگه کاش صحبت شما بگی دسته چیز شدم، اما اصلا بهم نمی کنه این سوا کنم. بعد کجا بودیم، کجا بودیم، چی بگم، رشته کلامت دستم گفتی درد. از مسلمان ها و از قرآن اگه بخوای انتقاد کنی. آره، شما الان من تو این 10 ساله بجز چه منطقی صبح، نمیخوام مظلوم نمایی کنم اصلا، بچه حالا خیلی میشناسن ادا در بیارم، مظلوم نمایی خیلی بیار خودم بیام چوس کنم، نه منم فوشو خال مادر دادم، ولی منطقی هم اومدم صحبت کردم.
بجز تهدید خوش خوار مادر، یعنی این مسلمون جماعت، من مادرم من تا حالا نشده به مسلمان ها بی احترامی کنم، به اسلام، اسلام چون به من بی احترامی کرده. شما الان برو سوریه مرتد چیست؟ خیلی ها نمیدونم آشور جان، آشور نمیدونم، خیلی ها نمیدونم تمام بدبختی مسلمون های جهان اینه که هیچ کدومشون قرآن رو به، شاید این عربا بدونن سمت عربستان، ولی هیچ کدومشون قرآن رو به فارسی نخوندن. من اینجا ترکی بلدم، ترکی من پرفکته، بعد پرفکت، ولی ترکیه ما با اینا فرق میکنه. میرم با ترکیه یا دندونم چی سده میفته فلان اینا، بعد میریم شه این ترکیه یا مثلا خرید کنیم فلان کنیم. بزرگان زون بنونسان، میگم منم سرم درد میکنه من این حرفا، میگم انصافا تا حالا شده قرآن و معنیشو به فارسی بخونید؟ میگه نه. میگم بابا فلان جا نوشته سر بر ببری، فلان جا نوشته باید چوب تکونه هادی کنی، نه کجاش فلان، خیلی ها نمیدونم. بدبختی ما همه اینا اینه. بعد ارزم به حضورت اومدم اینجا و چجوری بهت بگم، خواستم خیلی هم هستن، اینم بگم خیلی هم هستن تو اینجا 20 سال 30 سال 40 سال هستن، نمیخوان قبول کنن، اومدن نون آب اینا رو دارم میخورن، به اینا میگن نجس و کافر. خب حالا میگیم آقا خب چرا اومد اینجا؟ میگه اینا خودشون جنگ انداختن سمت خاورمیانه که ما بیایم برای اینا کارگری و حمالی کنیم. بهش میگم خب اسو تو الان داری اینجا کارگری میکنی، آیا تو کشور خودت تو الان داری پول میزنی؟ خیلیاشون پول میزنن، همه ایرانی های خودمونن. الان شما حساب کن، من الان خود من میرم اینجا کارگر ساده هستم، اسو پولشو به پول ایران 160 70 میلیون میاد تو حساب من. من حالا مثلا هزینه ندارم، خرجم بالاست، مثلا به قول من جا، یه جایی هست جا خواب بهت میده، یه جایی هست بهت غذا میده، فلان میده، تو رستوران و هتل کار کنی، اینجوریه. چهارای دیگر حالا بیشتر هم منم میگیرم. شما حسابشون از 150 60 میلیونی که من میگیرم میاد تو حساب من، میتونم راحت 100 میلیونشو بزنم ایران. خب به طرف دارم میگم تو ماهی 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون داری میزنی برای خانوادت که توی اکشون کشور اسلامی که اصلا گشنگی دارن میمیرن، چرا بازنده داره برات؟ من دیگه حرفی ندارم، بفرمایید. ببخشید بچا، ببخشید. نه خواهش، کامنت عزت بود، مرسی ازت که من متوجه شدم که تو کجای ماجرا فهمیدی که مسلمونی و فلان اینا دکون بازاره، و در واقع من در تایید حرف تو میخوام اینو بگم که واقعا منم که بعضی اوقات به مسیحی ها مثلا شوخی میکنم باشون فلان اینا، با لبخند به من جواب میدن. یعنی هادی جان، من رفتم تو کلیسا و اون اسقف اعظمشون باهاش شوخی کردم، برگشتم بهش گفتم آقا این عیسی ابن مریم به دنیا اومد، این مریم که تو حامله شد، خندید. یعنی با هم، یعنی من قشنگ شوخی میکردم، میگفتم آقا گردفشانی بود چجوری بود فلان اینا، اونم با من میخندید. یعنی با من جنگ نداشت دقیقاً، با من. حالا اگه تو بیا مثلا بگو آقا خدیجه زن محمد مثلا آقا فلان بوده، شوگر مامی بوده، آقا اینجا سرتو میبرن اصلا. ببین میخوام پارت کنن من. ببین خودم داری الان فعالیت میکنی چند ساله، حالا ببین من انقدر منو تهدید، من که به کت بمه، من انقدر سر شدم، طرف کلن 17 سال 16 سالشه با پاسپورت جبری اسرائیلی میخواد بیاد قطری شلوار منو بکنه و دور سرم به پیش و یا فیلم. میگم بابا جان الان تو بخوای از همونجا بیای اینجا یه میلیارد باید خرج کنی، بیای حالا منو در بیاری، بعد چقدر تو جیبت پول هست؟ دقیقا همینه. ببین چیزی برای دفاعیه ندارم، یا تهدید یا خشونت یا میخوام پارت کنم. من یکتون چند ساعت من دیدم، من نمیدونم. بعد من صحبت من این، آقا اینجا چی کار میکنید؟ اینجا بلاد کوب، این آدم های حالا به قول شما که داره بگید نجس، شما مسلمان ها کافر، به ما میگفتن ما بعد من 42 سال همه میکنم، شما بزرگتر هم باید 42 سال ما تقریبا 15 16 سال همون 13 تا 13 سال همون
من پسر مسیحا خواهر مادرم دیگه رو میگم گوشت خوک نخوردن دیار بی ناموسن و نمیدونم ماد با مادر و خواهر مادرم دیگه میخوام من چه بدونیم دید اقلون قطع از شما مطمئن باورمون میشه. بعد خیلی هم ببخشید هرکی هم مثلا ذهنمون این بود هرکی تو خارجه تو هر شب داره نونو کلوچه میخوره یعنی ببین کاش بیرون چی بگم چی بگم یه خود چند ساله بعد اومدی دیدی یه چیز دیگه است اومدی دیدم بوی چی بوی جواب بیاد سر داد کردن کامنت ها چرا بستی؟ کامنت ها رو میبندم که حواسمون پرت نشه بعد باز میکنم نیست نگاه نمی کنم به کامنت ها خودت میدونی بعد کامنت ها رو که میبندی ریپورت هم نمیشی کامنت ها رو باز بکنی میتونی ریپورت بشی و لایو تو میزنن یکی از دلایل مهمی قبول دارم دقیقا مثلا وقتی من خودم هم لایو میذاشتم مثلا قبلا چیز میشد کامنت ها رو من دید 100 نفر که چه میرفتن نمیمادم دقیقا آره جانم و اینکه خدمت درست کنم فکر کنم ورزشکارم بودی درسته؟ کشتی میگرفتم کشتی نه اونجوری حرفه‌ای ولی تو محل میرفتیم فلان آره یه چند سالی آره اونجوری نه ولی خب بلدم آره گوشت گوشت فکر کنم شکسته است بعد عرضم به حضورت که بذارم من آبای یخچال بردارم ارزم بدنسازی هم که کل تمام ایرانی هم رفتیم دیگه بالاخره از شیرخوار و فلان و همه چیز رو رفتم جان من تو رو از نزدیک دیدم خیلی چغره بد بدنی زبانی رو مسئله میکنی نه بخواد به جان فرشاد نه جدی میگم نه دیگه بعضا چند خراب کردیم خودمونو اونجوری نه منظور خراب بدن یکم مشروب من خیلی میخورم بعد مشروع یکم ببین یه سه نوع بدن داره ما یه سری بدن ها هستن لش میشن دست خود آدمه یه جنی از کیری چیزه بخوام الان بخوام استارت بزنم تو 6 ماه رو فرمتر میشم جانم آره یه دقیقانیم بگو داغانی ما داغان یعنی شما چی شد آقا برزاد حالا اگه فضولی نباشه حالا لایو لایو خودته چجوری شد مهاجرت کردی و چی شد که من آقا مهاجرت من این شد خیلی خیال میکنم اینم بگم بعد شما جواب ببست خیلی خیال میکنم مثلا من 3-4 نفر کشتم و نمیدونم چون اون مداشتن پول اونو برداشتن پیشتن اومدن نه این خبر ها نیست خیلی مثلا دیگه کنم مثلا یاری که پیام داد من داشت تو از زندان رجایی شهر فرار کردی دوباره تونل کندم فرار کردم یکی دیگه ما داشت تو همونی نیستی لباس سربازه رو کندی فرار کردی رفتی بابا نه یکی میگه داشت تو شکنجه شدی نه من نه شکنجه شدم نه تو تظاهراتی بودم تا حالا توی اصلا چجوری بهت بگم فهمم دانشم به انسان نه اصلا نمیدونستم توی بادی دیگه ای بودم حقیقت من دارم میگم وقتی اومدم بیرون تازه فهمیدم و خیلی هم خودت میدونی قبلا های برای اقامت داریم واسه 4 سال پناهندگی اونم داره میگذره و قبلش از اسرائیل داری میگیری و این کسپرتا و فلان و خودم دیگه این حرفه شدیم پناهندگی رو گرفتیم گفتن تو داری از اسرائیل رفتیم اینجا تیو جارو میکشیم ظرف و ظروف میشوریم دستشویی میشوریم بازم میگه ظرف میشوریم اگه تو ایران کار نبود میگم بابا فلان فلان شده بی هیچ تو من کلم دارم میرم مایز 200 میلیون صد خورده میاد تو حسابم آیا توی که بری توی رستوران توی همون برای آخونده حالا جمهوری اسلامی کار کنی کارگری عیب نیست آیا با این درآمد که داری میتونی خرج زن و بچه تو با منظورم با این بسیجی ها فلان میمونه حرفی نمیزن بعد ارزم به حضورت نه من اینجا اومدم سرم به سنگ کن حالا شما توضیح بدید خدمت درست کنم که البته که من یک مستندی ساختم در مورد برنامه جریانم خودم من خادی جانی تو نه من از اول من 30 ساله دارم مبارزه میکنم و دم شما 74 ماه حبس کشیدم و یه مرحله بود یه مرحله 9 ماه حبس کشیدم یه مرحله
مرحله آخر دیگه، 2 ماه آخر که قاضی من صلواتی بود با 35 سال حبس و یه فقره اعدام فرار کردم و 6 میلیارد وثیقه رفت و حالا یه مستندی پخش میشه به نام نان خون رقص که من اونو ساختم، سرگذشت خودمه و سرگذشت کسانی که کوچ اجباری کردم. من کوچ اجباری کردم زمانی که من فرار کردم، پابند الکترونیک هنوز تو پام بود و خدمت شما عرض کنم با خر، من با خر 11 سال تو کو بودم هادی جان، که اومدم ترکیه، ترکیه دستگیر شدم، تو ترکیه رفتم زندان، خیلی داستان کشیدم و خدمت شما عرض کنم که خیلی از بچه‌هایی که هستن تو لایو میدونن مستند نامخون رقص قرار پخش بشه و خدمت شما، من یک مقطعی تلویزیون ایران اینترنشنال کار میکردم، اون موقع هنوز کسی نبود تو ایران اینترنشنال، من کارمند تلویزیون ایران اینترنشنال بودم و هفته یک بار برنامه اونجا داشتم به نام آخر جان. چند سال از ایران زده بیرون؟ من سال 2017. آها آره. و خدمت شما، البته من یه سال خورده تو راه بودم، یه سال خورده تو راه بودم، یعنی جنگل خوابی و یونان و همینجور مخافات. یادم نره، منم که منم گفتم بارها علت مهاجرتم، منم می‌خواستم ببرن سوریه، اینو یادم رفت، بیا برو فلان، یه بار گفته بودی من ناقص میدونم. خب ببین اینو، آره دیگه، اینم بگم که همین بیا برو سوریه و فلان، بستگان نزدیکمون همین سمت همین شاش قاسم اینا بود فلان اینا، بعد ما خب بکم به قول من تو محل، ببخشید ها زیاده چیزتون، بله دلیل بی دلیل هم نبوده برای من، حالا شما بفرمایید، نه که بخوام الان سری تو گفتی منم چیز کنم، من اینو قبلا هم گفتم. آخه من میخواستم الان بهت بگم، ببین من چند سال پیش باهات صحبت کردم، نمیدونم یادت هست یا نه، تو اون موقع عمامه میذاشتی سرت، یادته؟ آره عمامه میذاشتی سرت. من اون موقع توی تلویزیون ایران اینترنشنال اون زمان یه برنامه داشتم به نام آخر هفته با شهاب سنگ، تو یادت میاد سال 2019 بود، من 2019 به تو تلفن کردم. نه بابا. آره من 2019 به تو تلفن کردم، گفت چرا به تلفن کردم، میخواستم دعوتت کنم تو برنامه خودم، یه برنامه داشتم طنز هفته با شهاب سنگ، بعد برنامه های تو رو میدیدم از خنده پاره میشدم. آره و حالا تو یادت نمیاد، میگم بزرگا کوچیکا رو یادشون میره ولی ما یادمون میمونه. چه جوابه فدات خیلی آقای برای من اینجوری شد که بیا برو سوریه و فلان، اون موقع سوریه مخصوصا تو پایین شهر تهران مد بود، واقعا مد بود، میمدن گولت میزدن به قول من کلکیت میکردن، آی تو شهر رو شوری فلانی چاوچشی فلانی به سطحی، نه بر خودم نه، مثلا که سعید میرفتن تو زندان ها مخارش و سجون میدادن فلان اینا، بیورو برای دشمن تاقو بکش فلان بکش فلان، اینجوری بود و این پیشنهاد هم به من شد و گفتم بگی جلد این یه چکه گلان برای آخر ویدیوهات داری، اون چیه دقیقا؟ بروچ یارو خیلی هم میگم مثلا آقا بروچی رو برای ما تفسیر کن، تحلیل کن، چیه مثلا بروچی، مثلا خیلی ببخشید یکی از مثلا مثل زنجنده خام چیز بیزنس مناقصی خامنه ای داره صحبت میکنه، بروچی هم میتونی مثلا یه جاهایی مثلا یارو رو ببینی بروچی هم دهنت منظور، یه جاهایی مثلا یه جای چیز مخصوصی به کار میره، ولی خب اما مثلا این ابتکارات، من عاشق این ابتکاراتم واقعا. آخه آشور جان میدونی چه جوریه، من یه ایده هایی میاد تو سرم که مثلا یک رو باید باشه، مثلا دوربینو گرفتم من یه لفظی اون بیاد بقیهش رو من برم، من همیشه مثلا نه که بگم تنها هم، نه دارم رفیقا، مثلا 20 کیلومتر بیان این برترم، یه زمانی بود تو کمپ بودیم مثلا 20 تا ایرانی بودیم به قول من، یه سری هم میومدن، الان یه هر کی رفته دنبال زندگی خودش، مثلا من تو یه جایی باشم مثل خودت، مثلا هستم بچا اونجا 4 نفر 5 نفر باشم، من هر ببین انقدر ایده دارم، یه سری هم تو خود گفت منم ایده زیاد دارم، یعنی ببین کلیپ میذارم، یعنی ببین خود اونی که یارو من آدم دارم
داشتیم گفت من مکه رفتم نمیدونم حافظ قرآنم فلان، میگه تو رو دیدم یه همه رو زدم به لای پام. باور کن من بچه های قدیمی یادشون یه سری لایو بودم یکی رو آوردم بالا برگام تشکم همه چیم ریخ، یارو دکتر داشت بخیه میزد گفت چطور خوبی من عاشق داشت آپانسیز عمل میکرد دم ببین به خاک ایران قسم بچه قدیمی یادشونه. منم مس میخورم فلان اینا، یکم هم تو چیز چجوری بهت بگم سلیقه ندارم، 20 تا 30 تا گوشی عوض کردم، یه کانال تلگرامی داشتم یه سولوش شب 10,000 تا کلیپ های قدیمی اونجا بود، یعنی اصلا میدیدی پاره میشدی، خیلی هم ندیدن اینه. بعد یه چیز دیگه طرف من کلیپ میزنم برای 10 سال پیش بوده، یا من 10 سال که نشده 3 ماه دیگه میشم 10 سال، طرف مثلا من کلیپ گذاشتم برای 7 ماه پیش بوده، برای 8 ماه پیش، 8 سال پیش بوده، 9 سال پیش بوده، طرف اومده جدید رو تازه دیده آیا امام حسین پارک کنه جرت بده آرمادر تو بیاره جلوشو، میگم بابا این کلیپ برای 8 سال پیشه، اگه امام حسین قدرت داشت کاری میخواست کنه تو الان من ببین منگول بودم سوس بودم فلان بودم، یه مامون بره 7-8 سال پیشه. بعد امنبا مغز فندقی یعنی بسیجی ها با من قرار دعوا میذارم، قرار مثلا من رو میخوان هر روز هم قرار کنم من ایران هم آدم باید بیده چی بگه آقا بفرم. گفتی رفته بودی کربلا درسته؟ من بله یه بار رفتم کربلا. اون زمانی که رفتی کربلا واقعا اینایی که میگن دلمون کربلایی میشه شورمون حسینی میشه واقعا این حال به دست داده بود؟ ببین من حالا ساعت تو لایو تو یکم معذبم ولی یه نمه شلش میکنم. ما رفتیم حالا بچه ها رفیقام که هستن همه یکی شیشه فروش بود یکی بلان بود یکی بلان بود یکی از زندان حبس یکی هر یه مش دکتر مهندس رفتیم. یه مش دکتر مهندس رفتیم و من که فقط من خیلی شلوغ و بازی بودم و خیلی انرژی داشتم، الان شاید مثلا نمیام پاروسن گذشت الان دیگه نم آدم بالاخره تاثیر داره بعد 42 سال مثلا حرف 15 سال پیش من میزنم. من خودم به شخصا عشقشو داشتم آی برم بهم بگن، ولی به شخصا بجز خوشگلک بازی و اینجور چیزا و فلان و چجوری بهت بگم نه چرا دروغ بگم. بعد اومدیم رفقم فراری بود 9 ماه پلاکارد زد کسخولو گرفتن در جا یکی دیگه میگم به خاک ایران قسم دستش رفت لای سه تا چه اره نتجار بود، یکی رفت کهریزک 18 ماه، یکی در به در بود، یکی دستش رفت مرد، یکی باور کن دارم میگم بعد فکر کنم چیزشون منم یه چیز سالم دارم جریان کربلا الکی میام مثلا مشهدم که 70-80% 90% ایرانی ها رفتن و مشهد تا اون موقع که عقل و هوشمون نمیکشید با خانواده میرفتیم. یه بارم رفتیم گفتن طلای اونجا خوبه یکی یه بارم من پژو تازه گرفته بودم بعد پژو 4 سال پر خوش اون موقع تازه مد بود با رفتم 3 نفر شدیم رفتیم چیز 170-180 تا هر ثانیه 2 تا جریمه اومد برام. اون یادم قشنگ یادمه 170,000 تومان دوری یه ثانیه بعد ما یه سولوشو با هواپیما میرفتیم 300,000 تومان بود رفت و برگشت 760,000 تومان جریمه دادم. دم بابا آره تو گاهی دم امام مثلا اونجوری نبود که مثلا آشور بیاد جلوی من مثلا فوش بده به امام رضا من بلنشم تاقو بکشم قطاره بکشم پارش کنم، نه اونجوری نبودیم. آدم مسئله دور از اون رفت کش خودش اون موقع این شعور و دانش رو بردم آقا خود امام رضا دعوشو میده فلانشو میده به من چه رفتی داره.
ولی یه سری ها هنوز هم که هنوز تو مصمندقی موندن. الان مثلا خب من 10 سال 9 سال، خب آقا تو بیا دو دو تا چهار تا کن، خب هادی صادق بگی حضرت محمد شد، الله شد، خدا شد، نمیدونم هر نقش امامی رو بگی بازی کرد. تو که داری این لایو رو میبینی الان، نمیدونم سیو میکنی، نمیدونم خود آره. نمیدونم، شاید بیا میدونم به فهمه یه نفر از حقه بزنه. ما همیشه هدفمون آگاه سازی بله دیگه. توی که داری هادی صادق، من که دارم، من این کارا رو کردم دیگه. حالا چیز منم نباشه، تنها کسی که بوده مثلا کلیپ به امام پیغمبر واسه کرده بله خودم منم، نمیدونم یه دونه روح شاد علی رضا رضایی بود، اونم فرانسه بود که فوت شد، اونم آره کبدش به مشکل برخورد و حالا نمیدونم اسمش چه، من نقشه سلام. خب ببین اون که داره لایو رو میبینه یه نه، خب شما الان بیا دو تا چهار تا کن، چرا هادی هیچیش نشد؟ طرف میاد میگه خب اینا بخشندن، اون دنیا هار مادر دست آسپارت میشه. میگم بابا شما تا دیروز به ما میگفتید به اینا چپ نگاه کنید که از میشه فلان میشه، حالا واشیم اون دنیا، اون دنیا رو کس نه، اینه مغلطه، فقط مغلطه مغلطه. ولی سختی من زیاد کشیدم تا همین اروپا. شما که میگه تو راه، منم یه 40-50 روزی تو راه بودم، ولی خب نه به سختی تو، و عذاب زیاد کشیدم. 6 سال تو کمپ بودم، تا حالا سختی راه که ما 6 سال تو کمپ بودیم، یه اتاقایی بود مثلا 12 متر 6 نفر آدم با هم میخوابیدیم، مثلا ملیت یه دشویی بود برزن با حضور، نمیشه دیگه تجربه بدم، سخته بشیم دوا خونه اوتیشال. کم بودی؟ 5 سال و 8 ماه. واو. ماهی 40 یورو به ما میدادن جاها، بعد هر 6 ماه یه بار، ماهی 60 یورو، هنوز هم هست، الان که الان 50 یورو فکر کنم، هر 6 ماه یه بار 60 یورو پول لباس میدادن که مثلا چجوری بهت بگم، نه من دلخوری ندارم، اینو قانون کشورشه دیگه. بله. بعد ما خودم جاست بود که تو آلمان کاریتاس میاتم لباس کهنه میمون، یا کلیسا بهمون لباس میدادن، یا میرفتیم لباس کهنه اینا رو میپوشیدیم، میجوشوندیم میپوشیدیم. ماهی به من 40 یورو میدادن، 40 یورو رو من 30 یورو اینترنت میگرفتم که بیام بگم خامنه فلان فلان تو فلان فلان، یعنی اون پولی که بهم میرسید فقط خرج اینترنتم میکردم. من طرف مونده بودم قارپوس با اون 40 یورو پول میزد ایران، پول میزد کشورش. واو. بعد 3 سال جابجا شدیم، رفت یه کمپ دیگه، گفت چقدر پول داری؟ گفتم پول خدای با اون کسا چه پولی؟ گفت من 2000 تا دارم. دم جام میتونم، گفت من فروشگاه بود در زام، رفتم اونجا وصل اینترنت میشدم، تا زور میشستم. گفتم بابا تو چی هستی؟ منظور منم اینجا بدبختی ها رو کشیدم دیگه. یه زمانی ما اومدیم که سیل مهاجرت بود، تو آخرهای 2014 بود، من 2015 رسیدم اتریش، و چجوری بتنم توی جا اتاق 2 نفره 6 نفره بخوابیدیم. بعد ارزم به حوزه توی یه سوله هایی بود، مثلا این موقع داری مثلا 200 تا گنجایش داشت، حجمش 200 تا بود، شاید 800 تا ویل میکردم. اینجوری بود، منم 6 سال یعنی پوستان کنده شد فلان شد، یعنی اینجوری نیست که مثلا من اومدم گفتم اه فلان فلان خامنه ای رو فلان و فلان میدونم، منم خواستم اینجوری. ولی خیلی ها مثلا به من پیام میدن آقا ما داریم میایم اتیش یه راهنمایی کن فلان کن بیایم اونجا، مثلا برای من پیش اومده، شاید برای شما پیش اومده باشه. بله. تو با مثلا با فرزاد آشور عکس بندازیم دو تا باش، مثلا کلیپ بازی کنیم، فلان بازی کنیم، آیا قابل قبول؟ آیا من میگم من نه قاضی ام نه چیزی، اینجا باید بری. اولا که من به اجبار جانم فدایم، واقعا اینجا من بارها گفتم اینجا بزرگتر موزل اذیتم میکنه، عذابم میکنه زبان آلمانیه، واقعا دارم اذیت میشم. کشور خیلی خوبیه، بهتر از اون آخوندهای فلان فلان شده است، امکاناتی اینجا داره، یعنی 100 سال سیاه این آخونده نمیتونن این جمهوری اسلامی، یعنی من میگم به زمان شاه خودمون. ولی بزرگتر موزل برای من زبانه، وگرنه من ایران خیلی دوست دارم، عاشق ایران. آخه میدونی چیه فرزاد جان، من مال اینجا نیستم. آره آره حقیقت، من اگه میخواستم خودم رو پیدا کنم، من اگه میخواستم تا الان خودم رو پیدا کرده بودم، تا الان خیلی هستم اومدن خودشون رو پیدا کردن، دمشون هم گم واقعا تلاش و زحمت، منم دارم میرم سر کار اونم، ولی اون ببین اینم بگم دیگه خیلی دارم فکر میکنم. نه داداش نوکرتم.
طرف اینجوری میکنه 10 سال اونجایی زبان، ببین زبان باید بشینی 1 سال مثل کنکور یا هر چیزی، روزی 8 ساعت 9 ساعت بنویسی بخونی، بعد بری تو جامعه مثلا فرزاد آشوری اتریشی رو میبینی مثلا با سلام علیکم بفهمی، خب من یه این سلام علیکم این میشه این که داره، خب باید بری صحبت، من باید بفهمم طرف چی میگه دیگه. و من کلاسم رفتم اینجا، کلاسم منو فرستادم کلاس بازی گوشم دیدا داشتی، من میگم آقا جان فوت هر چیز، من میگم برم آقا بیل کلاین بده من میرم اینجا رو بکنم درس بدم بی خط از آخرش، ولی کار خودم رو راه میندازم، ضربه هم خیلی خوردم از این چیزم، ولی باید اگر میخوندم این اینستاگرام نبود کلی وقت من صرف کلیپ بسید جانم فدایی را، هیچ منتی نیست، هیچ منتی نیست، بالاخره یه چیزی رو به قول سلطان علی کریمی باید چیز کنی، یه چیزی رو یه من حرفی ندارم بفهمید، من از جا تو خوردم بعدیستم آب میتره بفهمید موسی جونت گوارای وجوده داداش فدات چم بفهمید هادی جان یه سوال امام جوزف دیگه مشتی امام جوزف تو به من بگو ببینم که حالا کسی رو عاشق شدی باش دوست بشی فاز تو اتریش؟ آره فاز ازدواج گرفتی حالا؟ من توی اتریش نه، چرا دوباره بگم، ولی توی ایران توی حالا برمیگردیم به 12-13 سال پیش، آره ولی تو اتریش نه، تو اتریش چرا؟ نه چرا دوباره بگم نه، خیلی هم چون تجمعات ها رفتیم فلان، نه چجوری بگم، یه سری ها خود توی برلین دیدیم میان یا عکس میگیرن دیگه، من نمیخوام چیز خدای نکرده سوء تفاهم نشه، خیلی ها میمدن عکس میگرفتن میرفتن چجوری بگم، همیشه مرغ همسایه قازه، ولی توی اتریش هستن، ولی تکراری شدن براشون میگه چی میگم، ولی اگه یادت باشه توی برلین دیگه من کلاه رو میکشتم سرم فرا کردم نبینم، خود یه بود اینجا گفتی دونه یه یورو بگیر بنامه یاده برنامه دور همیه مهران مدلی افتادم تا حالا عاشق شدی نه آخه میدونی چرا شما که مجردی یکی از راه های این که بتونی زبان یاد بگیری مثلا یه دوست دختر اتریشی بگیری زبان یاد میگیری اتفاقا آره 3 بار هم یاد دقیقا دیگه داداش باید چجوری بهت بگم یه راه دختر پیدا کردنش اینه که باید زبان بلد باشی درست سایی بزنده بعد خیلی اومدن اینجا مثلا چجوری بهت بگم نبودم، ببین هر کسی یه فاز و سیستمی داره، ببین من الان توی 9 ساله وقتم و انرژیم رو گذاشتم توی کلیپ درست کردن توی اینستاگرام، یعنی شما حساب کن روزی 2 تا 3 تا قل دادم توی اینستاگرام، همین وقت میبره فلان میبره، سیستم چیز من حالا یا بیورزه بودم نرفتم سش، ولی اینی که فعالیت من وحشتناک بوده زمانی وحشتناک، یعنی ببین صبح بلند میشدم روزی 10 تا 15 تا کلیپ میدادم بیرون، خب این دیگه وقتی نمونه برای زبان یاد گرفتم، وقتی نمونه برای کلوچه بازی این که دیگه جاگه الان که دیگه میدونم سرکار رو میایم، حالا یه روز هفته اینجا خود میدونه پلن میاد 2 روز مرخصی دیگه، اون مرخصی رو حالا یه آرایشگاه برو یه دو تا آبجو بگیر بخور و خونه داری هم خوش شغل دیگه یه غذایی به پس بخور دیگه گذشتم مالا داشت دیگه، ما یه مسیری که ما افتادیم یا خودت دروب من یه سری آمدن تو راه منم کردن خیال کردم مثلا جایزه میخوام به اینا بدم یا مثلا چی میخوام بدم، همه که ببین مردم ایران دارن نون میخورن به نرخ روز، یه طرف میشتاسه هادی چیه ایکسیه آشوب چیه دیگه همه جایزه بگیرم، یه سری آمدن های نمیدونم یه خود بگی مطلب رو دیگه آره. یه منم به خوزه توی مسیری حالا دروب به شرف خودت دروب به شرف هر کسی که داره قدم من بذاره جونشو گذاشته توی راه و دیگه سال بعدی چشم چاکرتم
درود به شرف خودت اولا که از جان و دل و بدون منت مایه گذاشتی. هر کسی جای تو بود اون ویدیوها توی این 8 سال تو 800 هزار ویدیو درست کردی. هر کسی جای تو بود اینا رو مینچید توی یوتیوب کلی پول میگرفت. تو اما صادقانه و خالصانه کار کردی و من خودم روی ماه تو میبوسم اولا. و اینو جدی میگم جان فرشاد، همه میدونن من خایمان نیستم. میدونی چی؟ این شرفه. اینو تو اول یه درود به شرفه، دوم اینکه برات بهترین ها رو از صمیم قلبم آرزو میکنم. آرزو میکنم. و اینم میخوام بهت بگم که ما به زودی یه تلویزیونی هادی افتتاح میکنیم. خب ما داریم یه تلویزیون افتتاح میکنیم. اوکی، به ثبت هم رسوندم و از لندن دارم میارمش آلمان. اوکی، اگر پا بده با ما همکاری میکنی؟ شه بار شرا که نه، من خودم میگه همزه یه چبته این بیه به قول معروف تو جفتمون هم همرز میم، تو جفتمون توی جبهه داریم مبارزه میکنیم. ارزم با خود دیگه جوری باشه، من کارگرم دیگه، به قول معروف لطمه به کار و ما رو هم نکنه دیگه، اینجوری یه خط از آخر داداش اینجوری. من خیلی حالا شاید اینجا تو لایف جاش نباشه، ولی وقتی که بیای با ما همکاری کنی دیگه اون کار رو نمیدی دیگه، میدونی میای کلا سر کار، چون ما داریم میشه شغل دیگه. من همین الان میرم مدیری بیزینس. ببین من همین الان هادی میخوام یه سریال بسازم تو آلمان و 15 تا بازیگر میخوام. اسم سریالش هست قشر خاکستری. خب و تهیه کننده داریم قشنگ. دیروزم اتفاقا پریروز جلسه توجیهیشو گذاشتیم، داریم بودجهش رو میبندیم و میخوایم سریال قشر خاکستری رو بسازیم. از پریروز تو این فکرم که یکی از کسایی که استفاده کنم تویی. من در خدمتم. من رشتم سینما و تئاتر و کارگردانی خوندم و خدمت شما عرض کنم که چند دو تا سه تا مستند ساختم و چند تا فیلم کوتاه ساختم. متأسفانه چون هیچ موقع زیر بیرق جمهوری اسلامی نبودم و خایمالی بلد نبودم، تو هیچ جا جایگاهی نداشتم. تو رادیو بودم، تو تلویزیون بودم، ولی همیشه ممنوع تصویر بودم، همیشه اخراج بودم، همیشه حراست من استادم که نشد هیچ وقت یه کار درست حسابی بکنم. خارج از کشورم که اومدم تلویزیون ایران اینترنشنال رفتم 9 ماه کار کردم، بعد دیدم اصلا اون رویش چیز دیگه است. دعوا گرفتم زدیم به تیپ و تاپ هم اومدم بیرون، میدونی. الان بعد از سالها این فرصت پیش اومد که تلویزیون خودمون رو بزنیم و حالا به قول بچه ها گفتنی با دست خالی بانکو میزنن، شنیدی؟ داریم این کارو میکنیم، موفقم شدیم. اما خب خوبه، تا جایی که الان پیش رفتیم خیلی خوبه. دیدگاه من اینه که 2.5 الی 3 ماه دیگه ما میریم رو آنتن تلویزیون، ولی این سریال قشر خاکستری هم هست. حالا من بعدا بیشتر تو تلگرام باهات صحبت میکنم در مورد این مسئله. خیلی دوست دارم باشی، برای اینکه تو خیلی پر انرژی هستی و آره من خودم عاشقتم، دوستت دارم و بهترین ها رو برات آرزو میکنم. بعد مثلا 12 شب به بعد مثلا تو ایران پخش ها بابا اومدم بابا من منم ببین خودتم میدونی دیگه، خود به قول معروف دیگه منم هر نقشی بدی از پسش برمیام. آره داداش تو من ببین من 8 سال دارم رصدت میکنم دیگه خودت. آره مثلا دیالوگو به من بدم، مثلا دیالوگ های اینو بهت سوخت بدم. من خیلی هم من عاشقم خنده هاتم، عاشقم بروکیاتم فلان. آره داداش چرا که نه، تو هم رزم منی به قول من، جفتم اونم تو یه جپه ایم، شما به قول معروف طرفدار مثلا مشروطه چی میگم پادشاهی و من بعد روکی من دیگه حاشا ندارم به قول من، تو هم نداری دور از جونت نه به قول معروف این وری نه اون وری حقیقت رو داری میگی. چرا که نه، آخه من بارها توضیح دادم آشور جان، من با تنها چیز بسیجی و آخونده مبارزه نمی کنم.
من با خیلی ها تو همین وین اتریش با چپیا هست، با بگو اسمشو چپولا من میگم مجاهدا هستن، تعزیه طلب اینجا کمه. من میام علنی تو جمعشون میگم آقا حوزت چیه؟ چرا شیر خورشید رو نمیزنی؟ چرا مثلا از شاهزاده مثلا میگم آقا تو چپی هستی؟ نه نه چپی چی؟ چپی چی هستم؟ بعد مثلا یه پرچم درست کرده سه تا اینجوری خط کشیده، آب قرمز و سفید و اون الله رو نداره، اما اینه پرچم جمهوری اسلامی. یا خب این برای شبیه پرچم ایتالیا. یا ما چیه این داستان قوزت چیه؟ چرا شیر خورشید؟ نه ما باید برای پرچم شیر خورشیدم یه تصویر میگم بابا بی هیچ تا بازه فعلا ببینیم پنجن دیم بازه خدا. بعد میریم مثلا پیش نگو اسمشون مجاهدا مفرمی میون چرا خاموشون گوشه همه شون منو میشناسم، من میدم یعنی شرفشون رو میبرم بابا کن. یه چیز زدن اونجا نمیزنم مجاهدین خلق انقدر حروم زادن. مثلا میان تو لایچی مثلا یه سی باحالی نوشتن و آدم نیست و تو به فارسی نوشتن فلان گوشه واسدن. بعد مثلا میریم گید نه شاه هم دیکتاتور بود، فلان میگم بابا شما خمینی رو آوردید، همه شاه با شاه مشکل داشتید هم با خمینی، الان تو این وسط شما چی میگید؟ چجوری روتون میشه بیاد این وسط؟ بعد یکیشون مثلا اینو نمیخواد بگی که آقا ما گول خوردیم، ما بی سواد بودیم، ما هنوز هم که هنوز آشور جان هستن میگن مثلا من بهشون گفتم آقا الان اصلا حالا یه درس نمیخوام اونو تایب چیزو خالی دل مردم رو خالی کنم، مردم ایران اول، مردم ایران ما که کاری نیست، مردم ایران میان اینا رو میریزن بیرون، اینجا کشار میریزن بیرون 80 میلیون، حالا بگیم 60 میلیون ایرانی، حالا خون و خون حالا 60 به 7 80 میلیون اصلا لفظ بدن نمیاد، یا من 80 میلیون 41 میلیون میگن شاه چی پادشاهی 41 میلیون، شما 39 میلیون آیا قبل نه ما چهارو برای میریزم با اینو یاد سگست کنه. یعنی میخوام بگم تو همون بلدینم خودت بودی، من همیشه هم گفتم تو لایوان اومدن تجزیه طلبای پرچمای دستشون گرفتن، خیلی هم بودم مجاهدم. آره من با یکی دوتاشون جروس کردم، بعد آی نمیدونم باید اینجا من تو اوتی زندگی نمی، گفتم چرا اون ایالتی که هستی پرچم، گفتم بابا جان الان پرچم ما شیر خورشیده، هر موقع این کسکشا رفتن و فلان شد فلان، فعلا تو الان میری تو استادیوم آزادی، مثلا توی اصلا استادیوم آزادی ایران بازی داره با مثلا با تشکرازی آلمان، پرچم چی رو میگیری دسته؟ آلمانی ها میان پرچم اون هر آلمانی میاد پای پرچم میگه مثلا هر اتریشی میاد به این ایالت منه، تو این یعنی تزیه طرف همونو اگه خودتم یا شاهدی دیگه همونو جمهوری اسلامی نشون داد گفت خب ببین ته دل مردم ایران خالی میشه، همونو جمهوری اسلامی نشون داد گفت ببینید اینا میخوان بیان کشور رو تیکه کنن، دقیقاً کردم. یه سری ها نمیدونم، من با اونا کاری ندارم و نمیدونم واقعا نمیدونم، بهشون میگی قبول میکنم، ولی یه سری ها از دونستن اومدن این کار کستوازی ها رو در آوردن، واقعا مثل علی ناجوانمردی نمک ریختن رو خون زخم مردم. حساب کن تو همون ایران کرد و لور و فارس و گیلک و تهرانی نداریم، همه جا داشتن زوم میدادن با همون سمت شهر مهسا امینی، بله تا حالا دارن اونا جون میدن تو اومدی تو وسط دنبال اینی یه پرچم واسه خود تو این سری کشور، اینا واقعا خیانت فلانه، ولی خیلی هاشون فهمیدن دیگه، من حرفی ندارم دیگه. اگه حرفم ناحقه بگو ناحقه، اگه مثلا حرف بی ربطی میزنم ایراد داره حرفم بگو. داداش حرفت حقه. بعد جالبش اینه که جوزف جان، امام جوزف عزیز، امام جوزف علیه السلام، ببین جالب اینجاست این مجاهدین و چپا و اینا میان بعضی هاشون در لباس پادشاهی میان، حتی متوجه آره در لباس پادشاهی میان و سعی در تخریب ماهایی دارن که پادشاهی هستیم، ملیگرا هستیم و پرچم موشیر خورشیده. حالا ما دیگه کارنامه اون تو صورتمونه دیگه، بالاخره هر جا هم رفتیم با قیافه خودمون رفتیم، نه ماسک زدیم
اون روزم تو برلین من و تو پهلوی هم بودیم. آره گذاشتم تو همین پیج هم هست. نه اونو زدم خیلی هم بازی کردیم. آره و خدمت شما که عرض کنم خیلی ها برحال اومده بودن ماسک زده بودن، من نمیدونم برای چی ماسک میزنم وقتی میخوام مبارزه بکنیم. بر صورت خیلی ممنونم که وقت گذاشتی اومدی تو لایو. نه من خیلی آقای فرات چند چه شما تو افتخار دادی من آوردی، منم خونه بودم هیچ منتی هم نیست، سه روزم تعطیلم. فرات چم قربونت برم. اینم بگم فرات چم، اینم بگم یادم نره، فقط فقط همینو بلدم. میگم مثلا اونایی که پادشاهی خواهم فخاشی بلدم فلان بلدم. مثلا ما رفتیم تو همین اوتیش شده سفارت اوتیش و اونایی که مثلا دو تا بی شرف و دو تا بی ناموس و یه وقت بگیریم خودم. بعد همینو مثلا آره اینا اومدن، اینا طرفدارای شاهزاده ان فلان، اینا مثلا خود شاهزاده ان گفت مثلا فیتوار رو تو پایین خوش اینا ندی، بعد اینا سری میان چه اینا خود شاهزاده ان اینا رو قبول نداره و ال و بل و بسال و جیمبل و آینا اومدن خراب کنن و فلان. همینو بلدن، هیچ حرف دیگه ای بلد نیستن. خب وقتی کسی که میاد تیر خلاصی تو قلب و چشم و به دخترها تجاوز میکنه، اصلا من برای اوناش واجهی ندارم، برای اوناش حرفی ندارم برای گفتن، اصلا چیزی بمب یعنی فوش، یعنی به قول علی کریمی نه که میگم همیشه خوب. الان تو لایو تو من به قول معروف قبل لایو چیز بالا لایو خودم بعضی موقع حالا لایو کردم نه ماه ندارم بیچاره، ولی خب اینا راهی نذاشتن برام. تا حالا مثلا شاهزاده مگه تا حالا شده بیاد فحاشی کنه؟ مگه شاهزاده تا حالا اومده بی ادبی کنه؟ چرا میان شاهزاده رو تحقیر میکنن؟ میان مثلا برای عکس شاهزاده مثلا چیز میذارم فلان میذارم، اینا اینجوری هم. بعد به قول من تو آدمیزاد که داری صحبت نمیکنی، این اصلا منطقی هم بری جلو بسیزی میمیرد منطق نمیپذیرد. شما الان بیا تو کامنت های من بعض موقع ببین یا تو دایرکت ها رو من هر دقیقه نمیتونم که چیز کنم، آی خوار مادر رو تایل میکنم فلان کنم. نه نه من عکسشو گذاشتم 70 خورده سالشه، طرف دیگه میخوام برم تو محلتون به ننت تجاوز کنم مسیجیه بابا کن. این اینجور آدم هایی هم دینه باید چی باید بگی؟ تو خب مسلمونی دیگه این کارا نکنی. خب اینا هم یه طرفه نیست، بیا ببین چقدر فوش میدن، چقدر فحاشی میکنن، چقدر تهدید میکنن. اینجوریه میگن هر کی رو مثل خودش باید رفتار کنی. شما الان روبره من نشستی فرم بیا تا صبح بنده صحبت کنی، شما چه شمایی تاج سر مایی. اگر من حرف بیادبی در اومد، اگر اما به قول معروف اینه، بس هر کی رو مثل خودش. فدات شم دیگه نوکرتم، فدات شم نوکرتم، خیلی حال کردم باهات، دمت گرم. من روی ماهتو میبوسم و من نوکرتم به زودی میبینیم هم دیگه رو. من دعوتت میکنم بیای آلمان پیشم، همین بغل دیگه با همین موتور برقی صبح اونجا. نوکر موتور برقی داری؟ آره دیگه ندیدی من یه دونه با موتور خریدیم، ما یه هفته رفتیم تو ایران پیتزا پخش کنیم، بعد اومدیم فیشوقی 12-13 تا فیشوقی میخواستم برای خونه، خونه هم داشتیم خونه درست حسابی. بعد این مرمومه دیدیم بابا طرف دور از اون ایرانی اتاق گرفتی، یه سری ها واقعا چوسخورن چوسخورن اتاق گرفتی 25 متر، میگه بیا اون بر تو بخواب این بر من این زن و شوهر 400 تا پول اینجاست. حالا دولت هم داره خرجش رو میده، دولت داره هم خرج خونهش رو میده، سوسیال میده همه دولت داره میده. میگه من اینجا رو گرفتم، تو برو یه جدی آدرس داشت بیا اینجا پیشو من بخوام 300 تا شد تو بده سبوته. هم بابا اینا کی هم دیگه؟ یا مثلا یکی دیگه اتاق گرفت تو خونه گرفته، یه سری ها نمیدونم چرا اینجا باور خونه بگیر. من همیشه دهنم، من 1050 تا میگرفتم پارسال بود، آره میرفتم کلاس زبان خود دولت میداد، آره 750 تا اجاره خونم بود. آقا تو که گمله دادم داره دولت میده دیگه، اینو من چیکار کنم بدم مثلا قواد یه آره اینجوری یس. ببین یه سری اصلا من موندم واقعا از انگره میگیرم دیگه خودت دیگه. من همیشه واقعا من نوکرم آقای دلش کنم لایو میخوای سیو کنی چیکار کنی؟ من استوری کنم، من لایو ذخیره میکنم میذارم تو کانال یوتیوبی، برات میفرستم تو تلگرام، تو هم بذار تو کانالت. نفسی هستی فدات شم روی ماهتو میبوسم.
از سه روز که برم برای سابکاره اینجوری را برم دیم هشتیان چی میگی چی کار با فرده دوان گول کار ایچ چی دیگه برو گم شد اینو یا من اصلا به عهدی که بستم تا رگ دارم تا نفس دارم برای آزادی کشور ببینم بهت بگم و خیلی اینو نمیدونم امثال فرزاد و فرزادها و این چیز اونایی که دارم از ببین یه چیزی در اومده به نام اینستاگرام اینترنت حالا یوتیوب داره کانال تلگرامی داره هر چی شما بگید داره وقتی اینجا فرزاد داره داد میزنه میگه مرگ بر خامنه‌ای من دارم میگم مرگ بر خامنه‌ای اینا داره تو کف ایران داره فریاد میزنه اینو شما فراموش نکنید الان ببین همه میبینن این فیلمی که من دیگه من یه وقتی ماهادی تابلو شدیم میشناسن وقتی که داریم صدای مردم ایران میشیم داد مطمئن باشید آخونده میبینه بسیجی بس هیچ فرقی نداره منم اینجا جونم گذاشتم کف دستم فرزادم جونش گذاشته کف دستش حالا اونایی که داخل ایران شاید بیشتر حالا مثلا به قول من ما امنیت جانی آقا شما گارانتی داری مثلا من دو ماه تا آخر راست تو گارانتی داری تا حالا شده مثلا حالا خود توضیح بده دیگه اتفاقی برای تو افتاده تحقیق دو ماه پیش به من سوءقصد شد تو همون برلین و هنوزم پروندهش در جریانه و دادستانی برلین و البته من یک قسمتیشو اشتباه کردم منتشر کردم و جریمه شدم چون حق نداشتم تو فضای مجازی تا میدونی دیگه اینجا قوانینش آلمان و اتریش یکیه شما حق من رفته بودم اون لحظه دستگیری اون طرف رو با پلیس با ماشین پلیس رو استوری کرده بودم و آره. و 600 یورو جریمه شدم آره میکنم دقیقا 600 یورو جریمه شدم و منو دادستانی خواست گفت تا پایان این پرونده حق منتشر کردن چیزی رو نداری وکیل گرفتم پشت قضیه هستم و اون کسی رو که دستگیر کردن یه دانشجویی بود یه کسی بود یه پسری بود که 29 سال سنش بود با ویزای دانشجویی اومده بود آلمان با ویزای دانشجویی اومده بود آلمان ولی یه بسیجی سه آتیشه بود میدونی بسیجی خب خوشبختانه گرفتنش الان در شهر بوغن در ایالت نوردراین وستفالن اونجا تو زندانه الان چجوری شد شما چیز گفت یا پلیس خودش بند نه من فهمیدم زنگ زدم شانس آوردم من زنگ من ببین زنگ نمی زدم یه کاری میکردن چون تنها نبود با یه پسره بود که سوری بود پسره با یه پسره بود دیگه خواستم بگم اینو کلمه ببین حالا اتریش خیلی انتر از آلمانه آره اتریش آره من نمیدونم چه بدونم شاید چه بدونم یعنی نه حواسشون به من نیست من دارم اصلا یعنی اینا تا حالا مگه میشه من اصلا توی پناهندگیم نوشتن که الان هست به شاید تو میدونی بچه ها تو ندارم اون یارو پشمکه چی بود سر داره سر کلیپ عزت و محمد چیز $10,000 برای سرم جایزه گذاشت زنگ زدم بهش گفتم $1,000 بده من اوتیشم نمیستم برم بده گفتم آها گفتم الان زلزله اومده توی کرمانشاه بود دم شرف داری وجود داری خرج اونا کن من اتیشم آدرس بدیم یون فلان اینا اونو آره اونو چیز شد و تو پروندم ثبت شد و همون کلیپم افشون پتیارم گذاشت و فلان و بعد به نظر من پلیس حواسش هست ولی گارانتیم نه که بگم الان پشتن من هیچ کاری نداره نه بایستا کوچکترین مورد رو به پلیس گزارش کن ببین اون چیزی که تو فکر میکنی مثلا بی اهمیت فلان اصلا اینجوری نیست کوچکترین مورد رو به پلیس گزارش کن اینو خب میدونی چه فهمت چون یه دونه اینه که درست حسابی زبان رو درست حسابی بلد نیستم حقیقت نمیتونم برم منظورم برسونم فلان اینا ولی تا حالا گوش شیطونی کرد توی چیز اینترنت شده مثلا توی چیز ولی اینجوری نه میام سرتون میکشیم و فلان و بسات اینجوری نه ولی تو چیز اینجا کامنت و دایرکت اینا زیاد دارم تا دلت بخواد آره میدونم خیلی مراقبت کن از خودت داداش گلم ما دیگه وقت لایومون تموم میشه یک دقیقه دیگه لایو بسته میشه من اون یک دقیقه رو میسپارم به تو حرف آخر رو بزن
جانم فدای ایران، تا من هستم به عهدی که بستم، دم آقای آشورگرم، دم هر کسی که گرم گفتم چه داخل ایران چه خارجی، ایران حتی یه استوری بذاره. واقعا درود به شرف اونی که یعنی واقعا زیر بلیت این آخوندهای جاکش نرفت، درود به شرف. و واقعا چجوری بهت بگم، چی بگم، امیدوارم که خون این بچه‌ها که رفتن کف خیابون با هزار یک آرزو رفتن زیر خاک پایمال نشه. واقعا چجوری به تو، خیلی ها بودن هزار یک آرزو داشتن رفتن کف خیابون و فریاد زدن گفتن مردم مردم رفیق. خیلی ها مثلا نمی دیگه ولش کن، بگم ما میگم تو خود اونجایی فلانی بسدی. امیدوارم 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 خون مهسا امینی ها و اونایی که تو راه وطن رفتن بعد مهسا امینی جونشون رو دادن پایمال نشه و یه روزی مردم ایران خوب و خوش و خورال ما که این منم افش 10 سال به قول منو. امیدوارم مردم ایران لیاقتشون این زندگی نیست، امیدوارم مردم ایران به خودشون بیان، هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران. جاوید شاه فدات شم، پاینده ایران جاوید شاه، مرسی که اومدی، قربونت برم، شبت بخیر، قربونت، مرسی. خب دوستان عزیز، همراهان همیشگی با هادی صادق بیگی عزیز بودیم، ملقب به امام جوزف، از اون بچه های خوب، پرفکت، قلب پاک، صاف، صادق، و از اون آدمایی که ببین از اون آدمایی که این روزا کمه. خیلی دوستان عزیز بسیاری در لایف بودن، متین حسنی، پیمان، حسین علیزاده، صدای همراز، خیلی ها تو لایف بودن، واقعا مرسی که اومدید در لایف. عبدی، سجاد عبدی، خیلی ها، خیلی از بچه ها همه تو لایف بودن، دم همه شما گرم، مرسی که ما رو به تماشا نشستید. من این لایف رو ذخیره میکنم در کانال یوتیوب، برای امام جوزف هم میفرستم، اونم در کانال یوتیوب خوش میذاره. دم همه تون گرم، امید دار در ایرانی آزاد، پاینده ایران، جاوید شاه، شبتون بخیر.